سلام، با دومین ذره‌بین 23 با شما هستم تا یه وعده و چند مشکل و حاشیه رو زیر ذره‌بین 23 پیگیری کنی. سرعت لاک‌پشتی خروج خودروهای فرسوده تو ماه‌های پیش حسابی خبرساز بود تا اینکه رئیس نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خبر داد متقاضی‌ها سریع برن بانک و وام خودروشون رو فقط با یه ضامن بگیرن. حالا بعد گذشت چند ماه از این وعده مردم و بانکی‌ها اینطور به خبرنگارای ما گفتن: دو نفر ضامن می‌خواد. یعنی مثل وام‌های دیگه؟ مثل وام‌های دیگه هیچ فرقی نداره. زارن قرار بوده که این وام خودروی فرسوده با یه ضامن پرداخت بشه. این چطور؟ این اصلا ابلاغ نشده به ما. طبق عرف بانک معمولا هم با دو ضامن عمل می‌کنن. هنوز به ما ابلاغ نشده. با این شرایط خیلی سخت. اولا دو تا ضامن رسمی که این برای هر کسی مقدور نیست دیگه. دو تا ضامن رسمی میخوان، فیش حقوقی میخوان. من الان کجا ضامن رسمی هم؟ اصلا استخدام رسمی الان ما نداریم که بخوام ضامن رسمی هم. آقای رجبی، یه ضامنی که قولشو داده بودی نشده ها؟ کنه بانکی، یه شعبه بانکی این کار انجام بده. حتی شعبه رفتن های مهندس این رو همه انگیشم انجام دادیم با بانک ها در جلسه اخیری که داشتیم. مقرر شد که شماره بازرسی رو به ما اعلام بکنن که بانک ها بتونن، مردم بتونن تماس بگیرن. الان امکانه تماس هست با خودشون در خصوصشون؟ بله، اتفاقا رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی جناب امیر محمد صادقی جلسه با هم داشتیم که همین موضوع دقیقاً تصریح شد که برای وام 5 و 7 میلیون تومانی یک ضامن رو در نظر داشت. ما هم پیگیر شدیم، آقای امیر محمد صادقی رو پیدا کردیم و ازشون شنیدیم که قطعاً باید با یک ضامن کار انجام بدن. بانک هم توافق کردن. آقای امیر محمد صادقی، پس شما میفرمایید که بانک ها در واقع دستورالعمل براشون ابلاغ شده؟ ببین، بانک ها که شما میگید فقط بانکایی که ماه توافق بوده. الان چه بانکایی در واقع شما وام فرسوده پرداخت میکنی؟ من الان دقیقا خاطرم نیست. اگر شما بگید شعبه و نام بانکو بدی که این اتفاق افتاده توش، ما از طریق مدیریت اعتباری همون بانکا بررسی میکنیم و قطعا بانکا اگر لازم باشه ابلاغیه مجدد به شعبشون میزن. توی این ایام که ستاد حمل و نقل و سوخت و بقیه دستگاه‌های متولی سعیشون در حفظ تعادل قیمت هاست، شنیدیم یکی از شرکت‌های نماینده خودروساز در اقدامی عجیب لاستیک‌ها رو از توی بازار جمع کرده. شرکتی از به نام سازگستر که مربوط به همون با میشه، حدوداً 20-25 روز پیش شروع کردن این کار، هم از شرکت هم از بازار اومدن ریختن تو بازار، کل لاستیک‌ها رو جمع کردن. افرادی میومدن میگفتن از خود همکارا که 1000 تا داری، 2000 تا داری، 300 تا داری، هر چی داری ما میخریم. هم از بازار جمع کرده هم از کارخونه به صورت عمده خرید کردن. سایزهای سواری، به خصوص سواری مثل پراید و ریو جمع کرده. متوجه شدیم که همشون دارن برای شرکت سازگستر لاستیکا رو جمع میکنن. البته ما که توجیه این کار رو نفهمیدیم، اما ذره‌بین 23 شاید گرونی این محصول رو نشون میده. الان در تولید لاستیک خب ما رشد تولید خوبی داریم. بازار هم موقعی که در واقع متوجه این هست که دائم ما داریم عرضه میکنیم، قیمت‌ها شیب نزولی داره، قدر مسلم چیزی به نام احتکار اصلا معنا و مفهوم نداره. این ساختمون رو که یادتون هست، ساختمون 7 طبقه بلوار فرهنگ سعادت آباد تهران بود که صبح روز 10 تیر 2 سال پیش به تلی از خاک تبدیل شد و چندین نفر هم زیر آوار جونشون رو از دست دادن. حالا شورای شهر تهران تصویب کرده تا خسارت حادثه دیدگان تمام و کمال پرداخت بشه و شهرداری هم با همشون تسویه حساب کرد. اما کی قرار نظارت‌ها جدی‌تر گرفته بشه و یه خبری از دلالی و امضا فروشی ناظران نباشه و اصلا کار به این جاها نکشه؟ اینکه مالسازه گیر علکی داده باشه، خب گیر علکی داده باشه، میاد آقا عوض پول تفاصیل اینو ناظر گرفته. به نام زیارت و به کام سیاحت، شنیدیم برخی آژانس‌های مسافرتی برای پر کردن صندلی سفرهای خارجیشون دست به کارهای عجیب غریبی زدن و البته توی این راه از حمایت مؤسسات مالی هم بی‌نصیب نموندن. یه سری از آژانس‌ها هستن با بانک‌های خصوصی قرارداد می‌بندن، بعد یه حواله های بانکیه، حواله های بانکی صادر میشه، بعد مبلغ هزینه طول میخواد تا سخت مثلا 3 میلیون 2.5 میلیون میرن اون بانکی که معرف میشه حواله رو میدن، ضمانتش رو اوکی میکنن، تشکیل پرونده میدن و از اون طریق میتونن برن سفر. میگم پس میشه دیگه، مثلا ما وام مثلا سوریه رو بگیریم بعد مثلا بریم ترکیه جای دیگه. بعد آژانس‌ها این کارو میکنن، ولی قانون ما از طریق سرمایه‌گذار این کارو احتمالاً برای هفته دیگه انجام میدیم تا بانک اوکی بشه برای ما. بانک اوکی بشه برای ما، سعیمونه که برای همه
مسیح های کارن. مسیح ها هفته دیگه تماس بگیریم. حوالش گرفتن و شرط حمانت که داشتن میبردن بانک کارشو انجام میدن، اون پول به حساب اون آژانس وارد میشه. بعد دیگه خدا استردادش بکنن، نخواستن نرفت. یا حتی تغییر بدن صفحه.